طبق مصوبه برنامه مصوبه شورای فناوری پیشرفته بر طبق این برنامه جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته. بر طبق عکس‌های ماهواره‌ای و عکس‌هایی که در اسناد خارج شده از جمهوری اسلامی دیده میشه، همه این برنامه در پروژه است به نام پروژه شهید بروجردی در سایت پارچین که قاعدتاً میبایست در یک سال انجام میشده، گفتم از آخر 79 تا آخر 81، یعنی میشه چقدر؟ 2 سال باید انجام میشده. به اسم پروژه آماد، شناسنامه‌اش رو دیدین دیگه، که البته ظاهرا خیلی بیشتر طول کشیده چون مدام با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بعد تهدیدهای غرب متوقف شده و باز از سر گرفته شده و هیچ وقت البته متوقف نشده. پروژه آماد به پروژه مخفیانه در ایران گفته می شود که هدف آن تولید سلاح هسته‌ای است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده در سال 2015، 4 سال پیش، آژانس میگوید که از سال 2005، یعنی از 14 سال پیش، از جزئیات این پروژه آگاه بوده است. ببینین، زمین در پارچین در 37 کیلومتری تهران قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای، یاد نمیدونم، شاید هم چیزای دیگه، به هر حال کلاهک هسته‌ای به دلیل برنامه موشکی ایران در کنارش میگم، قرار بر این میشود که یک پایگاه تولید کلاهک هسته‌ای در پارچین زده بشه. طرح و نقشه و برنامه کار ریخته میشه. همینطور که میبینین ما باید عکس تراشه رو نشون بدیم تا بله ببینین، این قسمت که با سفید خط کشی شده، این باید حفاری بشه. اول این همون زمین پارچین باید حفاری بشه و این نقشه ها که حالا میبینین فضاهای مورد استفاده رو تعیین کرده. فضاهای مورد استفاده نقشه نهایی پروژه است که بخشی از این پروژه در همین مساحت مدفون زیر خاک و بخشش نیمه مدفونه. 2 تا تونل مشخص شده که دارن، یک تونل سمت راست و یک تونل سمت چپ که حالا با فلش مشخص شده. اینا رو من تونتون بگم که معطل نشیم، بگذاریم. اشاره به قسمتی داره که بعضی جاهاش که از خاک بیرونه و مربوط به دستگاه سرد کننده است و طبق طرح آماد تونل ها در داخل اصلا این طرح فقط 110 نفر کار میکنن. توی این تونل ها نه فقط، بله این تونل ها رو که میبینین، توی این تونل ها نه فقط این افراد قرار کار بکنن و کار کردن، البته کلیه تجهیزات و همینطور نمونه تسلیحاتی که باید آزمایش بشه برده میشه. تونل ها همینجور که میبینین عایق بندی است و خیلی جاهاشو آرماتور بندی کردن که روش توضیحاتش هم هست. و در اون طرح اصلی ببینید، خب 2 تا ورودی دارن تونل ها توی سایت پارچین و هر کدوم تله آزمایش انفجاری جداگانه دارن. 2 تا تونل داریم میبینین، 2 تا ورودیش هم که اولیش سمت چپ یا راست تصویر شماست که میبینین با تونل آرماتور بندی شده، این ورودی اولیشه و تونل دوم هم که به هر حال داره دیده میشه. خب بعد یک نقشه ای هست که شاید مهمترین نقشه این اسناد باشه. همین این نقشه ببینید 23 سپتامبر 2018 برداشته شده، یعنی 1 مهر ماه 1397. روی این نقشه کاملا سایت رو دارین میبینین که اولین تونل بالای صحنه، بالای این اکران، چه میدونم، صفحه تلویزیون داریم میبینین، بالاش سفید نوشته ورودی اولین تونله و اون ساختمون مشخص نشده که درش چیست، داخلش چیست. جلوی اون ساختمون یک فضای باز خالیه، من نمیدونم، شاید برای نشستن هلیکوپتر مثلا باشه. و بعد میاد
باز قسمت ورودی دومین تونل لطفاً اگه میشه برگردیم به همون عکس قبلی. من داشتم توضیح میدادم نمیدونم چرا این عکس عوض شد. برگردیم. مرسی. ببینین این دومین تونل که همینطور که دارین میبینین یک راه به اصطلاح درازی از جلوی ورودی این تونل و بعد میاد جلوتر پایینتر پایین وسط که باز اون ساختمونی که به شکل هشت هست معلوم نیست چیه اون ساختمون داخلش و ساختمون پایینتر آخرین ساختمونی که پایین هست کنار این جاده به اصطلاح که حالت دفتر اداری داره به اصطلاح فرماندهی اونجا یا هیئت ریاست و اداره کننده اونجا و اون بالا وقتی میریم وسط بالا تقریبا با فلش زرد نشون داده شده اونم محل خدمات ساختمانی است مثل برق و جنراتور و غیره. خب و میرسیم به این که انتهای هر دو تونل باید اینو ببینین حتما که یه قسمت بن‌بست داره که بهش میگن تله انفجاری. اینجا داریم میبینین. ببینین اون بلاست ترپ یعنی تله انفجاری که نوشته در هر دو طرف، طرف راست و چپ نقشه، تونل ها رو میبینین که ورودی تونل ها کجاست. با زرد در تونل هم با زرد کشیده شده. از اونجا که وارد میشه ته تونل، یعنی همونجوری که تونل میره به سمت از دست راست بخوام به سمت چپ بپیچه و از سمت چپ هم ادامه میخواد پیدا کنه، هر کدوم از اینا تا وارد تونل میشه بعد از یه مقدار رفتن به یک قسمت انتهایی بن‌بست مستقیم پیش میره. اونجا همون تله انفجاری است، محل آزمایش نتیجه پروژه. خب 25 فوریه یعنی فوریه 2019 یعنی سه ماه پیش دیوید آلبرایت در مؤسسه علوم امنیت بین الملل میگوید اسناد به دست آمده نشان میدهد که پروژه آماد در پارچین متوقف نشده و جمهوری اسلامی فقط تغییر مسیر داده. نکته ای که باید توجه کرد این است که تا امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته مطمئن باشد که جمهوری اسلامی دست از تولید سلاح هسته‌ای برداشته است. حتی در گزارش فصلی نوامبر 2018 آژانس یعنی 6 ماه پیش آمده است تحقیق درباره غیاب اطلاعات مربوط به تجهیزات و فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی ایران همچنان موضوع کار آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این گزارش 6 ماه پیش آژانس ناظر سازمان ملل.